آغاز تلاش های امریکا برای آغاز مذاکرات میان افغان ها. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفر تازه‌اش را به هدف به دست آوردن توافق میان طرف ها در افغانستان درباره قدم های عملی بعدی مورد نیاز در روند صلح آغاز کرده است تا گفتگوهای میان افغان ها آغاز شود. در خبرنامه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد در ادامه سفر پیشینش تطبیق تعهدات توافقنامه امریکا و طالبان و نیز اعلامیه مشترک امریکا و افغانستان را به ویژه در بخش کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان با تمامی طرف ها مرور خواهد کرد. در همین حال یک عضو برد مشورتی منشی عمومی سازمان ملل متحد برای میانجیگری میگوید که در نشست این برد به روز جمعه درباره افغانستان نیز بحث شده است و ملل متحد در پیشبرد تلاش های صلح افغانستان همکاری میکند. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه بازنگاه با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی از طریق اسکایپ با ماست، و همچنان آقای محمد علی احمدی، معاون پیشین والی غزنی، اینجا در استودیو با من است، و تا لحظات دیگر آقای مرزا محمد یارمند، معاون پیشین وزارت امور داخله، نیز از طریق اسکایپ با ما خواهد پیوست. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سعیدی، بحث میخوایم با شما آغاز بکنم. تلاش های تازه آقای خلیلزاد چقدر میتونه در قسمت گام های بعدی برای آغاز مذاکرات میان افغان ها مؤثر باشه؟ بعد سلام و عرض ادب خدمت شما آقای جمالزاده، همکارای شما، مهمانای گرامی شما، بیننده ها، عرض میکنم که سفر زلمه خلیلزاد سفر اول نیست، سفر آخرم نخواهد بود، اما این سفر با سفرهای دیگه کمک تفاوت داره. بیمنا که آقای خلیلزاد و مقامات امریکایی میدانند که قراردادی را که در قطر با طالبان امریکایی امضا کردن، اون قرارداد در حالت حاضر به طرف بنبست و بحرانزا میشه. یعنی نتایج مطلوبی که انتظار برده میشد کمتر آرزو برده میشه که به دست بیاید. زلمه خلیلزاد در این سفر خود به پاکستان میره، به قطر میره و به کابل میره. هدف اصلی خلیلزاد چی است؟ یک، خلیلزاد میخواهد که پروسه رهایی زندانیان طالب هرچی تیزتر شه و کسانی که وعده کرده 5000 هرچی عاجلتر آزاد شود. دوم، زلمه خلیلزاد میخواهد که پروسه که حالا به شکل اخلال مواجه شده یک دم به بنبست نره و 100% ناکام نشه، حداقل یک اندک به طرف کامیابی هم برود. از طرف دیگه خلیلزاد میخواهد که جای برای مذاکرات بین الافغانی یعنی طالبان تعیین کنند. طالبان اصرار دارند که باید مذاکراتی که بین الافغانی میشه به قطر دایر شه. یک تعداد سیاسیون افغانستان تقاضا دارند که در ازبکستان دایر شه. همچنین جرمنی و نروژ هم داوطلب هستند. حکومت افغانستان یعنی آقای غنی زیادتر طرفدار جرمنی و نروژ هست. یک تعداد سیاسیون دیگه در شمال طرفدار ازبکستان هستند. و طالبان قطر و خلیلزاد هم کوشش میکنه که این مذاکرات در قطر صورت بگیره. به هر صورت این مذاکرات اگر بین مذاکرات بین الافغانی اگر آغاز بشه یا نشه، ولو که گفته میشه که حداقل یک و نیم هفته یا دو هفته دیگه آغاز میشه، اگر بشه یا نشه ما به صلح نمیرسیم. به زودی نیروهای دیگری ضد مصالحه در افغانستان و منطقه ظهور میکنن. پشت از اینا کشورهای منطقه قرار داره، مافیای بین المللی قرار داره، جنگ در افغانستان شدت بیشتر پیدا میکنه و صلحی را که خلیلزاد امضا کرده، مردم افغانستان از این صلح بهره کافی که دو صلح امنیت باشه هرگز برخوردار نمیشن، فقط یک بازی است و نه نتیجه مطلوب. خب آقای سعیدی، این که آیا صلح تأمین میشه یا نمیشه ممکن است با گذشت زمان روشن شود. حال تلاش هایی که آقای خلیلزاد آغاز کرده و بر اساس اهداف که شما شرح دادین، آیا تضمین کننده آغاز مذاکرات میان افغان ها خواهد بود؟ نه. ببینین، از یک طرف شما ببینین اعضای ارشد کنگرس امریکا و مقامات امریکایی با صلح طالبان باور ندارند. طالبان روابط خود با گروه های تروریستی قطع نکرده. طالبان در حال حاضر خود را برنده محرکه میدانند، میگن همه قدرت از ما است. یک پهلوی صحبت است. پهلوی دیگه است که شما میبینید که همین مقامات امریکایی، همین دولت کابل، اشرف غنی به شما میگفتن که ما داعش را خرد و خمیر کردیم، داعش دیگر وجود نداره. همین روزا شما از رسانه میشنوید که مقامات امریکایی
از سطح بین المللی آقای پامپیو تقاضا میکنه که در سرکوبی داعش ما رو کمک کنیم. یعنی معنای از این داره که کشورهای پشتی داعش هستن که بعد از این میخوان داعش جانشینی طالب کنن. و دیروز میگفتن که داعش ختم شده. شما از رسانه تعقیب کنید بشنوید حال چی میگوین. نیب داعش من هست یک ابرقدرت بعد از این در منطقه به نمایش میگذاره. من براتون میگم که در بین گروه ها طالبان مخالفین زیادی تنظیم شده به خاطر ضد صلح، یعنی علیه صلح. مخالفین زیادی در داخل افغانستان، مخالفین زیاد در پاکستان، در ایران، در کشور منطقه. بنان خلیلزاد گشت و گذار میکنه، نشستی بین الافغانی صورت میگیره، ولی نتیجه مطلوب هرگز به دست نمیاد. خب به اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، یک بخش از طالبایی که عملا ناخشنود هستن از روند مذاکرات صلح، یک حزب تازه را به نام حزب دولت اسلامی شکل دادن. حال حزب دولت اسلامی و گروه داعش براستی موارد را که شما توضیح دادین گزینه های بدیل طالبا به خاطر تداوم جنگ در افغانستان هستند؟ بله، کشورها، منطقه، سازمانها، نهادهایی که مخالف پروسه صلح هستند اونا ترتیباتی خود گرفتن، به زودی این نیروها عرضی وجود میکنن، ظهور میکنن. و اونچه که شما میگوین که بیشتر در گزارش خود گفته که سازمان ملل گفته ما آمده همکاریم، نه، امریکا راضی نیست. امریکا میخواهد که اگر مذاکراتی در قطر یا ازبکستان یا جای دیگری برگزار میشه، باز همین زلمه خلیلزاد این مذاکرات نظارت کنه و رهبری کنه. یعنی کوشش میکنن که دست ملل متحد به غیر مستقیم پشت سرش بسته باشه. اما فکر نمیکنین پادرمیانی و یا هم میانجیگری سازمان ملل متحد در این روند حیاتی است؟ پادرمیانی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه و فرامنطقه بسیار حیاتی است اگر بگذارند. من خدمت شما آقای جمالزاده عرض کردم که همین لحظه امریکا فیصله کرده که مذاکرات بین الافغانی که شروع میشه نه نماینده ملل متحد باشه، من هیچ صلاحیت نه اروپا باشه، فقط همین زلمه خلیلزاد باشه که خیلی بلد است. یک وقتی مولایی خالص یک تعداد را به پیش ریگان برده بود، حالا هم یک تعداد دیگه را به پیش ترامپ ببره. تشکر آقای سیدی. آقای احمدی، این تلاش ها راستی منجر به برقراری کاهش خشونت ها چیزی که در اعلامیه وزارت خارجه آمده که قبلا یک اعلامیه شکل گرفته بود میان ایالات متحده آمریکا و طالبا، منجر به تطبیق این اعلامیه و همچنین آغاز مذاکرات بین الافغانی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان برنامه، بینندگان محترم. باور عمومی به همین ترتیب هست که پروسه صلح در افغانستان فوق العاده مغلق و پیچیده است و نظر به مغلقیت وضعیت جنگ و صلح در افغانستان، پیش برد این پروسه از آدرس یک شخص، یک نهاد، یک دولت و اونم به شکل یک کتازانه امریست. از ابتدا هم سرش ملاحظات وجود داشت، انتقادات وجود داشت، ولی متاسفانه شخص جناب خلیلزاد و آمریکایی‌ها کوچکترین اعتنایی به انتقادات نکردند و حالا هم همی پروسه صلح در یک آزمون فوق العاده دشوار قرار گرفته. نظر به تقسیم اوقاتی که در دوحه بین خلیلزاد و طالبا انجام شد، شما ببینید ما بعد از گذشت 3 ماه هنوز در قدم اول که آزادی 5000 زندانی طالب بود گیر ماندیم. و یه دلیل اصلی است که متاسفانه شخص خلیلزاد در قسمت سناریوی صلح کاستی ها و مشکلات فوق العاده جدی داشت، امو که آیا منافع آمریکا را ترجیح میداد یا منافع مردم افغانستان، و یکی دولت افغانستان را دور زد و یکی فوق العاده نسبت به طالبا خوشبینی و خوشباوری داره، موضع طالبا را بالا برد و حتی موجودیت ارتباط طالبا و داعش عملا با القاعده منکر شد. اینا بخش از حقایق است که نشان میده که شخص خلیلزاد و شخص ترامپ فقط صرف به خاطر یک برنامه تبلیغاتی کمپاینی میخواست طی 6 ماه تمام پروسه صلح در افغانستان به هر قیمت ممکن و به هر طریقی که شده جمع‌بندی بکنه. شاید جناب خلیلزاد کاندیدای جایزه صلح نوبل هم میشد و شاید ترامپ به می اساس میتونست در آمریکا در مرحله دوم رای لازمه برای ریاست جمهوری کمایی کنه. خب ولی ما دیدیم در عمل مشکل پیدا کرد. تلاش های ایالات متحده آمریکا، تلاش های کشورهای منطقه بیشتر روی عملی سازی مفاد توافقنامه است. همین رو میخوایم بگم. یعنی بیشتر تاکیدشان روی رهایی زندانیان طالبا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است. اما اینکه این امر میتونه تضمین بکنه آغاز مذاکرات بین الافغانی، پس از یک منبر نامه کوتاه.
به ادامه بازنگاه باز هم خوش آمدین. خوب آقای احمدی مشقیم، ببینید یک فاز برنامه صلح افغانستان که عبارت از گفتگو و مذاکره و توافق بین آمریکا و طالبا بود انجام شد، ولی همین فاز اول با اینکه دو طرف بسیار ادعاهای پیچیده نداشتند بسیار با مشکلات مواجه شد. ما هم الان ده ها و صد ها دست انداز داریم در قسمت. والا فاز دوم که عبارت از آغاز مذاکرات بین طالبا و دولت افغانستان است و در این ده ها و صد ها فاکتور فوق العاده مهم هم برای طالبا قابل غور است و هم برای دولت افغانستان به عنوان یک دولتی که ممثل اراده یک کشور است. بر همین اساس توافق سر یکایک از این مواد و عناصر به نظر می رسد کار فوق العاده مشکله. در اینجا تنها مشکلی که وجود داره تنها توافق بین طالبا و دولت افغانستان نیست. متاسفانه هم دولت افغانستان از آدرس های حمایت می شود، گروه ها و جریان هایی که در داخل افغانستان به عنوان احزاب سیاسی، به عنوان گروه ها و جریاناتی که مربوط به جناح های مختلف است، یک بخش قضیه. و از طرف دیگر در بخش طالبا شما می دانید که طالبا به هیچ عنوان یک گروه با هویت افغانی نیست. طالبا کاملا یک گروه اجنبی پرست است و جنگ افغانستان کاملا جنگ نیابتی است، در هیچ جای شک وجود نداره. و بر همین اساس طالبا تا زمانی که منافع کشورهای همسایه شبه پاکستان، کشورهای خلیج و حتی اخیرا منافع روسیه و چین و کشورهای دیگه اگر تامین نشوه که اونا به عنوان باداران به اینا کمک میکنه، ما باورمندی نداریم که صرف آغاز مذاکرات بتنه حلال مشکل باشه. یک بخش قابل تذکر که من میدونم می توقع که ما فکر کنیم که پروسه در افغانستان، ببینید جنگ افغانستان نیم قرن بار تجربه و مشکلات و بحران‌های پی در پی داره. بنابراین توقع کنیم که ما تا 6 ماه میتونیم اون قسمی که ترامپ میخواست، اون قسمی که جناب خلیلزاد توقع داشت، ما تا 6 ماه میتونیم به صلح دست بیاویم، این امر ممکن ناممکن و دشوار. ما باور میس که میشود امیدوار بود که پروسه با فراز و نشیب های ممکن 6 ماه بعد، 2 سال بعد، حتی 5 سال بعد به یک مراحل برسه، ولی اینها میتونه آغاز باشه برای نشست های مختلف و توافقات مختلف. تشکر آقای آرمند، خوش آمدین. حال ظاهرا تلاش های ایالات متحده آمریکا، تلاش های کشورهای منطقه بیشتر روی رهایی زندانیان طالبان به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی که اخیرا یک نشست مشترک میان روسیه، چین، پاکستان برگزار شده بود. اونا هم خواستن از حکومت افغانستان که باید رهایی زندانیان در اولویت قرار گیره و این امر میتونه باعث آغاز مذاکرات میان افغانها باشه؟ با درود عرض شما که اساسا مذاکرات صلح در بین افغان ها و طالبا باید طوری آغاز شود که از تمام ابعادی که ما را به صلح می رساند هر کدامی از او به عنوان گزینه انتخاب شود و بالای هر کدامی و در نتیجه بحث و توافق برسیم. حالا قسمی است که تعهد صورت گرفته بین امریکا و بین طالبان و به ما گفته میشه به عنوان حسن نیت باید ما طالبان را رها بکنیم. خوبی گپ خوب است، اما ای که ما مذاکرات صلح در کدام چه شکل با چه میکانیزمی پیش میبریم، این موضوعی است که ما با طالبان نشست داشته باشیم، گزینه های از بار مطالعه کنیم، گزینه های خورا مطالعه کنیم، در حالت باز ما می کنیم که حد زنیم که ما چگونه به سال هم می رسیم. خب قبلا شما نبودین آقای سعیدی اشاره کردن که این تلاش ها سبب پایان جنگ در افغانستان نیست و ما را نمیتونه به یک صلح دائمی برسانه، چون عملا کشورهای منطقه در صدد ایجاد یک گروه مخالف و یا هم جایگزین طالبا هستند تا باعث تداوم جنگ در داخل افغانستان شود. اگر راستی چنین است چرا تضمین گرفته نمیشه از رهایی 5000 زندانی که فردا وقت جنگ تداوم پیدا میکنه باز دوباره در برابر گروه های که در برابر نظام میجنگن قرار نگیرند؟ نگرانی جناب سعیدی صاحب کاملا دقیق است. ما وقتی گفتم رایی سامانمند به این معنا که همین چوکاتی که تا به اکنون ما نسبت به او
مطالعه دقیق داشته باشیم، مصلحت جمعی داشته باشیم، اجماع داشته باشیم و آجندای اینی همگان یک چیز باشه پیش برویم. هیچ امکان تا بالت نیست و فقط مسئله توافق بین امریکا و بین طالبا هست و گفته میشه که مذاکرات بین الافغانی هم با ایجاد شورای عالی مصالحه ایجاد میشن. یعنی ما تا به اکنون یک چیزی عین که جزوه های طالبا یک چیزیه که ما متیقن شده باشیم به صلح همه رسیم تا به اکنون چیزی نیست. تشکر آقای سیدی. گام هایی که فکر میکنین که نیاز است برداشته شود، مورد را که آقای یارمند هم اشاره کردن که گام هایی که میتونن نشان دهنده و امیدوار کننده به خاطر رسیدن به صلح باشه که برداشته نشده، فکر میکنین این گام ها چی است که باید برداشته میشد؟ مجددا خدمت جناب آقای مهین صاحب، جناب یارمند صاحب سلام عرض ادب دارم، دوستی من است، خیلی احترامش دارم، خدا همیشه او را سلامت و سرفراز داشته باشه، بیشتر نبودن یک بار دیگر احترام دارم. من یک چیزا رو عالمی بسیار سری گپ میزنم. فرض میکنیم همین طالبان قطر آمد صلح امضا کرد، طالبان که به قطر عباس و مقابلر آمد، پول امریکایی ها میگه که از 15,000 الى 20,000 نیروی خارجی به بین طالبان است، از ازبکستان هست، از تاجیکستان هست، از عرب هست، از قطر هست، بالاخره از کل کشور هست. سرنوشت از اینا رو در مذاکرات قطر چی میکنه؟ اینا رو میبره به دریای گنگا میندازن. به این سه آدم نظامی مستخبراتیه 15,000 تروریست جهانی را که بین طالبان اینا رو همه میبرین حلال میکنین به دریای گنگا میندازین. بسیار عجیب است که بازار چرا خیلی زیاد این مسئله مطرح نکرده در مذاکرات با طالبان. دوم، همین لحظه به همین روزا بعضی از رسانه ها که شاید به زودی نمایش دینن یک قدرت نمایی را از داعش شما میبینید، چی معنا داری قدرت نمایی داعش که فیلم مستند است، حرف دیگه ای را بیان ما شما بزنیم. بسیار واضح مقامات امریکایی میگه ما باور نداریم به طالبان، ما دلهوده هستیم، سناتورای بزرگ رهبر کنگرس امریکایی گپ میگوید. این را شما چی تصور میکنید؟ من سری میگم همین لحظه اگر من به هر مشکلی هم مواجه شم، سناریو بعد از این بسیار جنگای انتحاری و خیلی زیاد نخواهد بود، اما در قلم اول دهی روزا مانند یزی که خدا خرقی رحمت کنه جناب دکتر نیازی را که او را بدبختانه نامردانه ترور کردن، بعد از این گروه هایی که در داخل افغانستان تشکیل شده که حتی به شهر کابل رسیدن، در قدم اول علما، روحانیون، شخصیت های برجسته نظامی سیاسی، آگاهان سیاسی که حرفی برای گفتن دارن، استدلالی در مقابل تروریسم و طالب دارن، اینا را ترور میکنن. قتل های زنجیری شما سعی کنین که تا یک ماه چقدر میرسه تعدادش، قتل های زنجیری این یک پلان است، بخاطر اینکه هرقدر شما علما رو که استدلال داره یعنی منطق دینی داره، آگاهان سیاسی که صدا رو به مردم میرسونه، رسانه شما را چند روز پیش حمله کردن، رسانه ها را خفه کنین، به هم اندازه تروریست میتونه قوت بگیره. شما چی فکر میکنین؟ من بسیار سری میگم که شاید یک مذاکرات بین الافغانی بشه، ملا عباس و ملا برادر بیاید، به هم اندازه که حکمتیار آمد، هر قدر حکمتیار تاثیر داشت آمدن طالبان مهم قدر تاثیر داره. اگر شما به افغانستان صلح سراسری را آوردید، همین از طالب با داعش پیوند داره برادر. حتی بسیار بیان واضح بگویم هر گروه تروریستی که یک عملی را در کابل یا در جای دیگر انجام میده، وقتی که میبینی که اکسل عملش منفیه، باز گروه دیگری پیدا میشه به نام داعش که مسئولیتش میگیره. این داعش کی ساخته؟ دفتر این داعش کجا است؟ در کجا است؟ من پیشتر هم عرض کردم جناب یارمان صاحب بشنوه، من بار بار از مسئولین دولت افغانستان شنیدم، به شمول اسدالله خالد وزیر دفاع، که ما کمر داعش را شکستاندیم. امریکا گفت ما کمر داعش شکستاندیم. حالا چرا میگویی که داعش؟ چرا پامپیو باز میگه که نی ما از دنیا تقاضا میکنیم که همراه سرکوبی داعش همراه ما کمک کنه؟ معنای ازی که برادر طالب میبریم انشالله باز داعش میاریم دادتان میرسیم، خاطر جمع باشیم. تشکر آقای احمدی. سناریوی احتمالی جریان صلح چه خواهد بود؟ موارد را که آقای سعیدی گفتن ممکن است ترورهای هدفمند افزایش پیدا کنه و گروه های هم در داخل افغانستان به فعالیت های حراس افغانانشان تشدید ببخشند. ببینید تا همین سیمایی که توافق بین طالبان و آمریکا در قطر امضا شد و اونم بعد از 14 ماه مذاکرات نفسگیر، وضعیت نشان داد برخلاف اون چی که مردم افغانستان توقع داره، امیدواری ها به این بود که واقعا وضعیت طالبان تغییر کنه، روند جنگ کاهش پیدا کنه
و حتی نفوذ گروه های تروریستی چون بخش از تعهدات حالا یک طالبان سر این مسئله تاکید میکنه که 5000 زندانی طالب از آدرس حکومت افغانستان به عنوان پیش شرط یک از شرایط در همون قرارداد همی بود که حداقل طالبان بستر ساز حملات مخالفین نباشه تروریست ها گروه های تروریستی بین المللی مگر القاعده به عنوان گروه تروریستی بین المللی نیست مگر داعش به عنوان گروه تروریستی بین المللی نیست چگونه است که همزمان که توافق امضا می شود شبکه حقانی رای خود جدا میکنه عملا میگه که ما در مسیر جهاد به پیشرفت های رسیدیم و حالا که تا دیروز انس حقانی رو به عنوان پیشرفت دولت به همین دلیل آزاد کرد متاسفانه عمل کرده که تا 3 ماه اخیر بعد از توافق آمریکا و طالبان به نمایش داده شده اینجا دو واقعیت بسیار تلخ برای مردم افغانستان تو قرار نگران کننده است. یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از او ادامه میدیم. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. خب آقای احمدی این دو واقعیت تلخ ببینید دو واقعیت تلخی که بعد از توافق آمریکا و طالبان به وجود آمده یک آمریکایی ها در صدد جمع کردن برنامه سناریوی صلح است به هر قیمت ممکن ولو با قیمت بربادی آرزوهای مردم افغانستان یک نکته و نکته دومم که متاسفانه طالبا از محدودیت ها و مجبوریت های آمریکا بیشترین استفاده ممکن کردن از تشدید جنگ و حملات انتحاری و انفجاری گرفته تا بسترسازی برای قدرت نمایی داعش انشعاب در درون طالبا و حتی موجودیت گروهی به نام داعش که قبلا ازش اثری نبود و شما اگر همه گراف حملات انتحاری و جنگ در طی 3 ماه اخیر ببینید که متاسفانه از کنار زی خلیلزاد بسیار غیر مسئولانه رد می شود ببینید خلیلزاد در مقابل رسانه ها به خاطر که جواب قانع کننده نداشته باشه ارتباط طالب با القاعده را عملا منکر می شود و این محول میکنه به یک گروه نظارتی او گروه نظارتی کیست وقتی پای سازمان ملل در میان نیست وقتی دولت افغانستان هم عملا به عنوان یک مامور فقط مکلفیت داره که 5000 زندانی طالب رها کنه پس بنابراین کدام گروه بی‌طرف ناظر وجود داره که میتونه از عملکرد طالبان بر همین اساس ما میخواهیم بگیم که در اینجا در میدان مذاکرات ما چیزی را که عملا در تجربه میبینیم ایست که متاسفانه جناب خلیلزاد یک تنه فقط ترازوی طالبان را بالا برده تمام نکات مثبت در درون طالب میبینه اینجا نه سر ارزش‌های مردم افغانستان چندان باورمندی داره و نه سر منافع آینده مردم افغانستان که واقعا جنگ به شکل دائمی در افغانستان خاتمه پیدا کنه و برای این اساس ما با بخشی از بدبینی های جناب سیدی صاحب کاملا موافق هستم به خاطر تا پیش از این قرارداد مسئله داعش عملا در افغانستان مختومه بود ولی بعد از روی کار آمد مسئله القاعده حالا راپور خود شورای امنیت میگوید حتی در زمان قرارداد طالبان با آمریکا خود راپور موثق وجود داره و شما هم راپور من مطمئن هستم به عنوان یک ژورنالیست تجربه کردید که طالبان در مشوره با القاعده که ما چگونه حتی راپور وجود داره که تک تک مواد موافقتنامه کلمات اصطلاحاتی که در توافقنامه بین طالبان و آمریکا امضا شده به ملاحظه طالبان رسیده طالبان به عنوان باداران اصلی مشاوران اصلی و حامیان سیاسی و نظامی که از القاعده دارن در تمام مسائل در تمام جزئیات از اونها مشوره گرفته خب اینا نشانگر چیست نشانگر از است که ما یک فصل از جنگ اگر در افغانستان مثل دوره روس ها اگر خاتمه پیدا میکنه بیم از این وجود داره که ما شاهد بروز یک بحران جدید در افغانستان باشیم تشکر آقای یارمند بزرگ نمایی داعش مورد را که آقای سعیدی اشاره کردند تشدید ناامنی ها و همچنان داشتن رابطه طالبان با گروه های خارجی بخصوص القاعده و همچنان موجودیت یک تعداد زیاد از نیروهای جنگی خارجی در صفوف طالبان نشان دهنده چی است؟ ببینیم احباب خارجی که در افغانستان هستن اینا از سالهای جهاد آمدن در افغانستان تذکیره گرفتن پاسپورت گرفتن و از همینجا در اینجا ازدواج کردن عروسی کردن شاید بچه هاشان نزدیک به ریش تپیدی شده باشه اونا به این جامعه اکتر تازه وارد شده ما این نوادمی سند که بین طالبان و امریکا به امضا رسیده در خصوصی از اینا ما هیچ نوید کدام موادی را ندیدیم یا کدام ماده را ندیدیم که نوشته باشه که تعاملی از اینا با
القاعده و با داعش چی است؟ در ولایت بدخشان افراد مربوط به داعش وجود دارد که تحت نام طالب در اوج فوج فعالیت می کنند. به همین ترتیب مثلا در سایر نقاط، مثلا در نورستان، در کوهستان و نورستان، به همین ترتیب امیال از طریق چترال اینا وارد می شن. از پاکستان و می روند پس دوباره تردد دارد. اینی من که پیشتر عرض کردم که باید تمام جوانب قضیه که ما را فصل هم می رسانه او به عنوان گزینه وجود داشته باشه، بالای از او اجماع صورت بگیره و بعد از اون به عنوان مواد طرف اجانب افغانی در مذاکرات سال از این استفاده شد. خب تا اکنون چرا از این مواد در بحث سال استفاده صورت نگرفته؟ نه خیر، حالا سازمان ملل متحد اعلام کرد که تا با داعش و همچنان با القاعده روابط خود کماکان حفظ دارند و در این دو یک وضعیت ما نمیتونیم به مذاکرات صلح برسیم و به صلح برسیم. و این اساس بهتر خواهد بود که تکلیف طالب تعریف شود، از اقانی تعریف شود، شورای کویته تعریف شود، اینا یک مشت هستند یا نیستند، یا مجاهدین واره به هفت افغانه را به نوگانه تقسیم شدند. بناهن در دوران مجاهدین هم دو تا گروه جنگ میکرد، سه روز چهار روز جنگ میکرد، بعد از اون سوی تفاقل است. حالا این تنظیم هایی که در گذشته وجود داشت، حالا همه تنظیم ها مثلا در آینده اگر تاکرات صلح به امضا برسه با طالب ها، یک دم در اینجا یک گروه به نام داعش ارزی وجود کنه، یکی هم به نام حقانی، یکی هم به نام کسی دیگر، بالاخره ما به کجا خواد رفتیم؟ به این اساس این مذاکرات اصلا مشکلی اساسی با پاکستان هست. ما باید با پاکستان دنیا مذاکره بکنه، امریکا با پاکستان مذاکره بکنه، ما با پاکستان مذاکره بکنه. مثل از اینکه شوارنفزی با جانب ایالات متحده شش تن تفاهم کردن و وزیر خارجه پاکستان، بالاخره اینا به عنوان یک طرف پاکستان امضا کرد. ما با اونو تو یک چیز ضرورت داریم، به دلیلی از اینکه جنگ افغانستان نیابتی است. این نیابت به جنگ نیابت توسط خود نیروی نیابتی که ختم نمیشه، توسط کسی ختم میشه که از جانب ساخته شده این نیروی نیابتی. روی این منظور دو راه وجود داره. یک، بهتر است که طالب ها با تمام فامیلشان، با تمام داشته هایشان که در پاکستان دارن کشیده شوند بیرون به کشور دیگر که اینا مستقلانه تصمیم گرفته بودند. دو، و ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، اروپا، پاکستان، هند، ایران، اینا در مجموع عربستان به عنوان تضمین کننده اینا وارد شوند. اینطوری نمیشه که منابع محرک وجود داشته باشد بدون تضمین ما بتانیم باید نیروی نیابتی بشینیم صحبت کنیم بگیم که تو برای ما بیاد مذاکرات صلح حاضر شد و صلح رو پذیری. چرا؟ اینا نیروی هستند که توسط کسی دیگه جنگانده میشن یا خودشان مستقل تصمیم گرفته نمیتونن. یعنی آقای آرمند خیلی کوتاه، اگر با جانب پاکستان مذاکره هم صورت نگیره اما پاکستان در روند صلح تضمین بده که رابطه با گروه های هراس افغان مثل شبکه حقانی، داعش و القاعده نخواهد داشت، ممکن است نتیجه بده؟ بله بله ممکن است نتیجه بده. این فشار طوری وارد شود، در این یک گذشته ما داریم، زمانی که شوارنفزی با وزیر خارجه پاکستان اینا ششتن تفاهمنامه امضا کردن در چوکاتی و نمو تفاهمنامه من مسئله خروج نیروهای شوروی به فیصله رسید و هم مسائل آتیه که ما شما تا به امروز میبینیم. تشکر بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه بازنگاه باز هم خوش آمدین. خوب آقای سیدی، راه حل چی است؟ مذاکره با جانب پاکستان
یک راهکار عملی به خاطر نجات از گروه های مثل حقانی، داعش و القاعده در افغانستان است؟ ببینید، راه حل در یک مشکل، زمانی آدم میتونه راه حل پیدا کنه که اصل مشکل یک باشه و تصمیم گیرنده هم یک باشه. ما یک کاری را میخوایم که جناب یارمن صاحب و ماون صاحب ولی هم بشنون. اول، در پروسه افغانستان چهار سناریوه. یک، امریکایی ها. زلمه خلیزاد و مقامات امریکایی میخوان که همی پروسه صلح اجالتا مطلق ناکام نشه تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا یکان مجلس کنیم و یکان رفت آمد باشه و بریم که همی آقای دونالد ترامپ انتخابات رو ببره، بعد از اون هرچی که شد باز گپ میزنیم. حداقل تا انتخابات امریکا مطلق دنیا الان نکنه که این پروسه شکست خورد. دوم، حکومت کابل در رأس جناب آقای غنی، اینا علاقه داره که جناب آقای عبدالله رئیس مساله صلح تعیین شده، مذاکرات همو تا دنباله دار کنیم، همو تا دور به دراز کنیم که پنج سال حکومت ما بگذره. شش ماهش گذشته، یک چهار سال دیگه ایش هم بگذره. باز بعد از حکومت ما هرچی که شد بشه، این که مردم کشته میشه یا زده میشه، این شد حکومت افغانستان. طالب چی میگه؟ طالب میگه برای خروجی، برای خروجی قوتهای امریکایی خود ما وعده کردن ماهای محدودی مونده، باشین که این قوتهای خارجی از افغانستان بره، 5000 طالب یا 10000 طالب خودم یلا میکنیم، قوتهای جنگی خودم محفوظ نگاه میکنیم، باز ما میدانیم و تصاحب تمام قدرت و شکست کسانی که از خارج خود بکساخ اومدن و گروز از اونا، او را میدانیم. برگردیم به گپ دیگه شما، پاکستان، هندستان، ایران، روسیه، کشورهای منطقه، اینا اجندای خود دارن. یک تعداد کشورهای حتی اروپایی منطقه میخوان که امریکا باید زانو بزنه، امریکا از این مسئله تن و مفاد نبره. تضاد، اینجا جنگ ما بارها یک وقتی هم گفتم، تضاد بینی شما میتونید تضاد بین پاکستان به خاطر جنگ افغانستان به زودی حل کنید، پدر که نمیتونه. هند قطعا روزی که پاکستان بگه مخالفت ایران با امریکا داره، شما میتونید رو قناعت کنید. روسیه من حیث یک اول قدرت در این منطقه وجود داره، فقط یک بازی دادن فیلم به ایران است. شما جورنالست های بزرگوار دوست داشتنی میگین حکومت کدام حکومت؟ آدم خنده میگیره. امروز من پیشتر رسانه خوندم وزیر صحت میگه در افغانستان 18000 به مرض کرونا مبتلا شده، والی کابل میگه 1 میلیون شده، پیاله دفترش میگه نیم میلیون شده. این کی است؟ این حکومت باز همه حکومت در همه مذاکرات خب بین زلمه خلیزاد و طالب همه حکومت نقشی داشته. حکومت چی است؟ زلمه خلیزاد میای میگه بندیار یالا خوب سم یالا کنم، یالا نه خوب نمیکنم، پامپیو تلفن میکنه. وقتی یک حکومت مسئول بدانیم که نقش داشته باشه، گپی زده تانه، گپی برای زدن داشته باشه، این توقع. فقط یک راه وجود داره که مردم افغانستان با آینده فکر کنن، اگر نکنن بعد از 6 ماه انتظار دور زدن طالب و اشغال کابل داشته باشن، یادتان باشه. تشکر آقای احمدی. اگر راستی موارد را که آقای سعیدی اشاره کردن که یک بازی سیاسی به خاطر انتخابات آمریکا باشه، کدام سناریو در انتظار افغانستان است؟ شکست نظام و یا تطبیق صلح و ثبات در داخل افغانستان؟ ببینید، من به این اندازم بدبین به قضیه نیستم، گرچه ما میبینیم که واقعا سناریوی صلح فعلا یک عمل کاملا ابزارانه سیاسی است به خاطر تامین منافع آمریکایی‌ها. و جناب خلیلزاد هم به جایی که اگر امر دایی شده که منافع آمریکا را ترجیح بده منافع مردم افغانستان، تا حال تجربه نشان داده که برای ایشان اصل منافع آمریکا و رضایت شخص ترامپ هست که به عنوان یک نماینده بتونه موفق عمل کنه و در دستگاه آینده آمریکا یک جایگاه بالا داشته باشه. یک نکته. نکته دوم است که بدبختانه نظر به همین پیچیدگی‌هایی که جناب سعیدی اشاره میکنه و یک ما متاسفانه نیم قرن است درگیر جنگ‌های نیابتی هستیم در افغانستان. تمام دنیا، تمام کشورهای دایه‌دار اینجا نفوذ داره، ما حتی دولت مردای ما آبشخور از بیرون داره و حتی ما به چیزی به نام ستون پنجم در درون کابینه داریم، در درون اداره داریم، در درون ارگان‌های امنیتی داریم و حتی در درون نظام ما اشخاص هوادار طالب داریم. همه کسایی هست در درون نظام از دسترخان حکومت استفاده میکنه ولی در تریبون‌های رسمی عملا از ایدئولوژی و مواضع طالب ها حمایت میکنه. اینها نشانگر از است که واقعا در افغانستان اتفاق نظر کاری بسیار مشکل. از این جهت که ما
به یک گیج ما رسیدن امر مشکله و از طرف دیگه مردم افغانستان نظر به مشکلات عدیده که طی 50 سال داشتن عملا در حالت انفعال و خونسا قرار گرفته. بر همین اساس ما می توانیم یک دید متعادلتر به این مبنا داشته باشیم که صلح فعلا گره خورده به دست شخص ترامپ و جناب خلیلزاد. اگر ما از این فرصت استفاده لازم کرده بتونیم، ببینید برای کشورهای عقب مانده مثل افغانستان که میخواد خود از جنگ بکشه، 50 سال است ما میخوایم از جنگ فاصله پیدا کنیم، خود از بحران بکشیم، ولی روز به روز در بحران فرو افتاده ایم. دلیل اصلیش این بوده که ما فرصت های طلایی را از دست داده ایم، نتونست نخبگان سیاسی ما از فرصت های اندک استفاده ازم بکنه. حالا ما نمیتونیم کل فرصت ها را به هدر بدیم، کل پیشامت ها را دید منفی داشته باشیم. یک مقدار دید مثبت و متعادل تر اگر بخوایم داشته باشیم، ما میتوانیم از همین روندی که حالا آمریکایی‌ها به ما دستور داده 5000 زندانی طالب رها کن، عملا اشرف غنی با یک خط قرمز میگفت رها کرد و را در حال رها کردن است. حالا بر فرض کمی رهایی انجام صورت بگیره، مرحله دوم است که باید گفتگوهای بین الافغانی شروع شود. ما میبینیم که گفتگوهای بین الافغانی دشوارترین بخش و پیچیده‌ترین فصل دستیابی به توافقات است، به خاطر که طالب فوق العاده ایده‌های بلند پروازانه داره. ولی این میتونه حداقل برای مردم افغانستان یک آزمون باشه که ما بین یک بار بحران و نجات میتونیم خود ما زعامت سیاسی داشته باشیم، خود ما اجماع سیاسی داشته باشیم یا نتونیم. اگر از این فرصت استفاده نکنیم، ما باورم نیست که همون سناریویی که سعیدی میگه به عنوان یک امر محتمل بعید از انتظار نیست. تشکر آقای یارمند، باور شما چی است که تلاش های موجود و رسیدگی به چالش هایی که تا اکنون در بحث اشاره شد، اگر رسیدگی صورت نگیره ما شاهد نجات هستیم و یا تداوم بحران؟ ببینید، ما که ما خواهیم با طالبان مذاکره صلح داشته باشیم، اول این است که ما بشینیم ما گزینه خود انتخاب بکنیم. خب طالب چرا جنگ میکنید؟ دلیل جنگ میکنم یک دو سه ای است. در جانب دولت تو چرا جنگ میکنی؟ ایده دلیل هم دارم. باز بالاخره بالای هر ماده بحث میشه و ما به نتیجه میرسیم. این مسائل عبارت از ای است که مثلا تضمین داده شود. اولا نبینیم وقتی که دفاتر طالبان در پاکستان است، وقتی که مراکز تعلیمی در پاکستان است، وقتی که جلب و جذب مدارس پاکستان است، اینا هیچ بر نیست. اتباع خارجی تردد میگیره. ما باید قدم اول اراده پاکستان را تغییر بدیم تا اینکه پاکستان آماده شود تمام طالب هایی که هستند اینا را به داخل کشور دیگر اینا را بفرستند. این اینطور وانم چرا که دیگر قطعا پاکستان طرفدار جنگ نیابتی در افغانستان نیست. این یک موضوع. خب این اراده تغییر پاکستان را که شما اشاره کردین، حکومت افغانستان چون این کار را انجام بده یا جامعه جهانی؟ ببینید این کار توسط اجماع کشور امریکا، اروپا، روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، یعنی که ترکیه، این کشورها باید در خصوص این مسئله با کمو علاقه‌مندی دخیل شوند. در عربستان، در ازو این موضوع را که ما را با طالبان بگذارند، طالبان نیروی نیابتی است و جانب دولت هم بلاخره نمیتونه که از یاد کنار را میگیاید. یک اجماع منطقوی و جهانی ضرور است. ما از هرومین شمس همه کس میفهمه که ما درگیر جنگ نیابتی هستیم 40 سال میشه. و خاطر قطع این جنگ به شکل بنیادی فکر شود. اینطوری که مثلا توافق نامه بین امریکا و طالب باشد، باز بعد از اون برای ما گفته شود و طالب گفته که تو کاهش خشونت کاهش بدی و ما گفته شود که زندانی ها را رها بکن. این باید این جنگ افغانستان ریشش خارجی است، باید در نتیجه اجماع کشورهای مرتبه و دنیای جنگ خط خاتمه پیدا کنه. خب آقای یارمند، حال بحث و مباحثی را که شما اشاره کردین ممکن است در میز مذاکرات رویش بحث صورت بگیره، لابیگری صورت بگیره، اما در حال حاضر تا مرحله رسیدن به او بحث چه اقدامات نیاز است که صورت بگیره؟ پس از یک من برنامه کوتاه.
به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای آرمن مشنویم. همین اکنون وظیفه دولت افغانستان ای است، مشترکاً با شورای مصالحه، با تمام بزرگا و رهبرا اینا یک جرگه کلان دایر بکنن، تصویبی جرگه کلان داشته باشن به عنوان یک اجماعی. اینا چی کار کنن در رابطه و صلح؟ یک، دو، سه، چهار باید روشن شود. در این متعقل شوند جنگ افغانستان جنگ نیابتی است، باید کشورهای مختلف منطقه و دنیا بالای پاکستان فشار بیارند که لیست از حمایت طالبان بگرده و اقرارم به لسان تصدیقون بالقلب از پروسه سال دفاع بکنند و تمام طالبان را با فامیلایشان برون بکشند در یک کشور دیگر که تصمیم بگیرند. بعد از اینکه این اجماع صورت گرفت به عنوان آجندای مذاکره، اینمی و تصویب اجماع بزرگان افغانستان به عنوان آجندا در دستور کار تیمای مذاکره کننده باشد. تیم مذاکره کننده باید در عقب خود متخصصین با خود داشته باشد، حمایه متخصصین با خود داشته باشد که در هر موضوع که جانب مقابل بخواهد که بحث بکنم باید او را به تحلیل بگیرم و به جانب مذاکره کننده بسپارم. اینکه ما به شکل تکنیکی در خیال قضیه وارد شدیم. تشکر آقای. ما اگر به این شکل به شکل خام بشوریم به آخره همه دنیا ما را بگشت طالب های تو بکنه شما این طور بکنین، باز به این شکل باقی میمانیم. تشکر آقای سیدی. کار خانگی حکومت افغانستان در حال حاضر تا رسیدن به مذاکرات میان افغان ها چی است؟ اول شما باور داشته باشید که دنیا از حکومت افغانستان خیلی دلسرد شده، یعنی میدانه که خیلی بیکفایت و ناتوانه، ولی برای کار خانگی حکومت افغانستان ما پیشنهاد میکنم، ولی توقع ندارم که عملی شه. در قدم اول حالا ما میخوایم بریم با طالبان مذاکره کنیم، بسیار مسخره است. اول این حکومت افغانستان، نظام افغانستان در قدم اول بین خود اینا آشتی کنه، دوم همی حکومت با ملت افغانستان که در پهلویش است، یعنی مخالفش نیسته، با این ملت آشتی کنه. سوم با کشورهای منطقه آشتی کنه، بعدن با کشورهای فرا منطقه آشتی کنه، بعد از او بره با میز مذاکره با طالبان. من به شما میگم که یعنی مثلا جناب یارمان صاحب تاکید کردن از پاکستان، پاکستان حضور طالبان را در نظام افغانستان در نقطه اوج در خط اول نفع خود میدانه. هندستان یک طالب در شریک به نظام به نقص خود میدانه. اشتی از این دو تا بسیار مشکل است. عربستان سعودی میگه که طالبای وهابی باید به قدرت باشه، ایران میگه طالبای به قدرت باشه که ضد امریکا باشد، امریکا هم که باید کسایی در افغانستان به قدرت باشه که ضد ایران باشه. شما این تضادها را از نگاه سیاسی تا با یک دیگر مخلوط کنین، با یک آونگ بکشین، کاری آسان نیست. من پیشنهاد میکنم همین لحظه عذر میکنم همین دولت اول بین خوشتی کنه، از این بیشتر ملت و مردم رسوا نکنه، از این بیشتر تا شما در داخل نظام بین خود جور نباشید، حکومت یک دست نداشته باشید. هیئت تعیین کردن 21 نفر، خیر منه بره 21 نفر، فلانی خان، خانم فلانی خان، ناسای کاکای فلانی خان، این چی معنا داره؟ هیئت باید هیئت آگاه، تکنیکی، سیاسی، با فهم، با درک باشه. تشکر شما. تشکر آقای سیدی، چون زمان اندک است. و آقای احمدی حرف اخیرم از شما خیلی کوتاه. ما باوریم است که اگر بخوایم به عنوان اینکه واقعا وضعیت فوق العاده دشواره و از این وضعیت بحرانج پیچیده، ما بخوایم حداقل یک قدم خود بیرون بکشیم، بیشتر از این در غرقاب فرو نریم، در منجلا فرو نریم و شرمنده تاریخ نباشیم. ما هم با بخش از دیدگاه دوستا کاملا موافقیم. برای بنبست، شکستاندن بنبست و اینکه ما بتونیم با طالبان مقتدرانه برخورد بکنیم، در کنار اجماع سیاسی، بالا بردن توان نظامی ما در میدان جنگ یک فاکتور فوق العاده مهم است. ما در میدان جنگ اگر دست بالا در برابر طالب نداشته باشیم،
خطوط مقدم جنگ خود را تقویت نکنیم، نیروهای نظامی خود را حمایت نکنیم، ما نمیتونیم جادش بالا در. و گپ آخر است که دیپلماسی فعال ما که متاسفانه این هم خفته است، اگر در کنار اجماع سیاسی و در کنار توانمندی نظامی دیپلماسی فعال ما داشته باشیم، به نظر ما میتونیم که معادله را کاملا در میدان مذاکره با طالب به نفع مردم افغانستان تغییر بدیم. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان آقایان محمد علی احمدی، میرزا محمد یارمند، آقای احمد سعیدی. بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که تا این دم بیننده بحث ما بودن. تا برنامه بعد، بدرود.